سلام بچه‌ها، به کانال ورد افکس خوش اومدید. من مهدی هستم، امروز براتون لیست 10 تایی از روش‌هایی آماده کردم که سازنده‌ها چیترها را تنبیه می‌کنند. تقلب کردن خیلی کار روی مخیه، مخصوصا توی بازی‌های مالتی پلیر. به همین دلیل سازنده‌ها تمام تلاش خودشون رو می‌کنن تا جلوی چیترها رو بگیرن. من امروز به 10 روش باحالشون اشاره می‌کنم. شماره 10، 2x2. یکی از محبوب‌ترین بازی‌های موبا که می‌دونم توی ایران هم طرفدارهای خیلی زیادی داره. یه نکته که در مورد بازی دوتا دو وجود داره اینه که آنتی چیت های اون واقعا قوی هستن، یعنی نسبت به بقیه بازی ها چیتر های خیلی کمتری داره. اما با این حال هر از گاهی شما میتونید این افراد متقلب رو توی بازی های خودتون پیدا بکنید. تا اینکه همین چند وقت پیش Valve یک آپدیت داد و گفت که 40,000 تا چیتر رو بن کرده. حالا اونا چطور تونسته بودن این کار رو انجام بدن؟ از یک روش خیلی خفنی استفاده کرده بودن. اونا توی بازی یک سری دیتا قرار دادن که فقط اونایی که چیت میکردن میتونستن این دیتا ها رو بخونن. بعد از اینکه این آپدیت رو انجام دادن و این دیتا ها به بازی اضافه شد، اونا به راحتی تونستن همه این چیترها رو پیدا بکنن. و نکته جالبش هم اینه که 100% مطمئن بودن، چرا که اون دیتا ها رو فقط چیترها میتونستن بخونن. به همین دلیل اونا به راحتی هرچه تمام‌تر تونستن بازی خودشون رو از 90% کسایی که توش چیت میزنن پاک بکنن. و بعد از اون هم یک سری آنتی چیت جدیدتر اضافه کردن که واقعا تقلب کردن رو توی این بازی سخت‌تر می‌کنه. شماره 9، والکیری پروفایل 2. خب یه چیزی که من هیچ وقت نتونستم درکش بکنم اینه که چرا توی بازی‌های سینگل پلیر سازنده‌ها سعی می‌کنن چیترها رو تنبیه بکنن. این بازی سینگل پلیره، اگه کسی دوست داره توش تقلب بکنه واقعا به افراد دیگه مربوط نیست، میدونید، اونو فقط می‌خوان از بازی لذت ببرن. اما بعضی از سازنده‌ها مخصوصا اون قدیمی‌ها از اینکه حتی توی بازی‌های سینگل پلیر هم از چیت استفاده بشه بعدشون میومد. مثلا می‌تونیم به بازی والکری پروفایل 2 اشاره بکنیم که توی اون اینطوری بود که اگر شما از چیت استفاده می‌کردید بازی میومد از وسط ها به بعد سیوای شما رو پاک میکرد، یعنی که مثلا شما نصف بازی رو رد کردید و خب بعد از اینکه پلی‌استیشن 2 خودتون رو خاموش میکردید، دفعه بعد که میومدید پای دستگاه میدیدید که هیچ سیوی ندارید. خب این میتونست خیلی خیلی اعصاب شما رو خرد بکنه. حالا بعضیا سعی میکردن مثلا توی بازی دوتا سیو انجام بدن تا اینطوری مثلا بتونن والکیری رو گول بزنن. اما اگر شما این کار انجام میدادید، نه تنها مموری کارتتون سیوهای بازی والکیری پروفایل رو پاک میکرد، بلکه به سیوهای بقیه بازی هاتون هم میرفت صدمه وارد میکرد. شماره 8، تیم هسپیتال. تیم هسپیتال یک بازی خیلی باحالی بود که هر کسی میتونست از اون لذت ببره. شما توی این بازی کنترل یک بیمارستان رو دارید. باید یک بیمارستان رو اداره بکنید و واقعا بذارید یه چیزی بهتون بگم. اداره کردن بیمارستان کار خیلی خیلی سختیه. به همین دلیل شاید شما نیاز به پول و یا منابع داشته باشید. خب بازی یک سری کد تقلب برای شما قرار داده تا بتونید ازشون استفاده بکنید و هر از گاهی میدونید یه تقلب ریز رو بکنید. اما اونا به هیچ عنوان دوست نداشتن که شما از چیت‌های خارج از خود بازی استفاده بکنید. میدونید، این که برید نرم افزار چیت بخرید. و خب اینطوری هم نبود که مثل بازی والکری پروفایل بگیرن شما را نقره داغ بکنن. اما باز هم به نظر من روش خلاقانه ای رو استفاده کرده بودن. اگر شما میدونید یک نرم افزار چیت رو نصب می‌کردید، اون موقع از بلندگوی بیمارستان اسم شما رو صدا می‌کردن. میدونید، وقتی که می‌خواید بازی رو بسازید یک اسمی رو بهش میدید و بعد به همه داد می‌زدن، می‌گفتن که شما دارید از چیت استفاده می‌کنید و یک تقلب کار هستید. آره، هیچ تاوان دیگه‌ای نباید می‌دادید. فقط باید با این قضیه کنار می‌اومدید که هر از گاهی بازی میاد داد می‌زنه میگه شما چیتر هستید. شماره 7، ماریو پارتی. ماریو پارتی واقعا بازی هایی هستن که توش تقلب کردن معنی نداره، چرا که شما این بازی ها رو معمولا با اعضای خانوادتون و یا دوستاتون انجام میدید. و خب توی اونها یک سری مینی گیم وجود داره. بعضی از این مینی گیم ها اینطوری هستن که شما باید از حافظه خودتون استفاده بکنید، یعنی به مدت چند ثانیه میتونید یک تصویر رو ببینید و بعد باید اون تصویر رو یه جورایی بازسازی بکنید. همچین بازی هایی توی ماریو پارتی زیاد پیدا میشه. به همین دلیل اون اوایل یه سری ها میمدن از این قضیه استفاده میکردن که خب قبل از اینکه بازی شروع بشه سری پاز میدادن تا اینکه اینطوری بتونن همه چیز رو حفظ بکنن و یک جورایی تقلب بکنن دیگه، درسته؟ خب نینتندو متوجه این قضیه شد و به همین دلیل توی بازی های بعدی اگر شما به همچین رانت هایی میرسیدید و پاز میدادید، صفحه تار میشد تا اینطوری نتونید تقلب بکنید، که به نظر من روش خیلی باحالی هم بود، چرا که ماریو پارتی رو شما به هیچ عنوان با خودتون هم انجام نمیدین، که همیشه با یک نفر دیگه بازی میکنید و خب قرار دادن همچین چیزی به نظر من خیلی بازی ها رو منصفانه تر میکنه. شماره 6، تیم فورترس 2. میریم سراغ یکی دیگه از بازی های آنلاین ولف که طرفداری خیلی زیادی داره.
تیم فورترس سال هاست که داره با قدرت ادامه میده و هر سری آپدیت هایی باحالی بهش اضافه میشه. اما یه نکته که در مورد بازی تیم فورترس وجود داشت این بود که توی اون تقلب کار تا دلتون بخواد زیاد بود. چیت کردن توی این بازی اونقدر کار سختی نبود. حتی یک سری نرم افزار چیت داخل این بازی وجود داشت که به شما اجازه میداد آیتمایی که داخل خود بازی دراپ میشن رو به صورت آفلاین به دست بیارید و بعد توی اکانتتون استفاده بکنید. حتی به بقیه بفروشید. اینطوری بود که ولف تصمیم گرفت بالاخره دست به کاری بزنه. به همین دلیل اونا در سال 2009 یک نرم افزار آنتی چیت به شدت قوی نصب کردن. اما کار باحالتری که انجام دادن این بود که اونا تصمیم گرفتن یک آیتم خیلی باحالی رو که بهش هیلو گفته میشد رو به افرادی بدن که تا حالا از چیت استفاده نکرده بودن. در نکته جالب اینجاست که وقتی این آپدیت عرضه شد توی هر مسابقه شاید مثلا 50% افراد از این آیتم جدید استفاده میکردن. یعنی بقیهشون از نرم افزار چیت استفاده کرده بودن و این آیتم را نداشتن. شماره 5 Crusader No Regret. Crusader No Regret یک بازی قدیمی که برای پلی‌استیشن 1 عرضه شده و دقت داشته باشید که کاملا سینگل پلیره. اما توش گرفته بودن از یک آنتی چیت خیلی احمقانه استفاده کرده بودن. چرا احمقانه؟ چرا که توی بازی قبلی این سری یعنی Crusader No Remorse شما میتونستید از چیت استفاده بکنید. فقط کافی بود یک جمله‌ای رو بنویسید تا اینطوری مقداری از منابع بازی بهتون داده بشه. اما اگر توی نسخه دوم یعنی Crusader No Regret می‌خواستید از این چیت استفاده بکنید، بازی بهتون میگفت که فکر کردید ما این تقلب رو عوض نکردیم؟ اما از اون بدتر میدونید چی بود؟ اینکه همون لحظه شما به یک آرنای خاصی منتقل میشدید و بعد در برابر باس آخر بازی قرار میگرفتید. ولی یه مشکلی وجود داشت. اینکه یک باس آخر وجود نداشت. 8 باس آخر در برابر شما قرار میگرفت و باید با اونا مبارزه میکردید. تقریبا این مبارزه یک جورایی غیر قابل بردن بود. اما با این حال اگر شما خیلی حرفه‌ای بودید و میتونستید این باسا رو شکست بدید، میدونید چه اتفاق میافتاد؟ بازی میگرفت شما رو میکشت و همین راحتی. شماره 4 Paper Mario Thousand Years Door. خب توی بازی Paper Mario Thousand Years Door یک راه خیلی باحالی وجود داره که شما میتونستید با استفاده از اون پول در بیارید. راهی خب یه مقدار شانسی هم بود. میدونید توی این بازی بلیت‌های لاتاری رو میفروختن. یه کاراکتر داخل اون بازی وجود داشت به اسم لاکی و بعد این بلیت‌ها رو با گرفتن 100 تا طلا به شما میفروخت. در آخر هر روز برنده اعلام میشد و اگر شما خوش‌شانس بودید میتونستید برنده بشید. خب بعضی‌ها تصمیم می‌گرفتن که از این قضیه بیان سوء استفاده بکنن و تقلب بکنن تا به راحتی بتونن گلد خودشون رو زیاد بکنن. اینا چیکار می‌کردن؟ قبل از اینکه بخوام برن بلیت بخرن، ساعت بازی رو جلو می‌بردن تا ببینن که ساعت 12 شب کدوم بلیت برنده میشه و بعد دوباره ساعت رو عقب می‌آوردن تا اون بلیت رو بخرن. اگر اونا همچین کاری رو انجام میدادن، لاکی کسی که این لاتاری رو برگزار می‌کرد میگفت که لاتاری امشب کلاً کنسل شده، چرا که یه نفر داره تقلب می‌کنه. اگر شما این کار رو دوباره انجام میدادید اون متوجه میشد. از این به بعد اگر میخواستید بلیت بخرید اون به جای اینکه 100 تا طلا ازتون بگیره 500 تا طلا ازتون میگرفت. در واقع میگرفت شما رو جریمه میکرد. شماره 3 اسپیس بارد. خب بیشتر بازیایی که تا الان بهشون اشاره کردیم بازیهای سینگل پلی بود و از نظر من تقلب کردن توشون واقعا کار اونقدر زننده ای نیست. میدونید بازی سینگل پلی رو دیگه هر کی دوست داره تقلب میکنه، هر کی دوست داره تقلب نمیکنه. اما بازی Space Ward Ho یک بازی مالتی پلیئر بود و شما در برابر حریف‌های واقعی به صورت آنلاین قرار می‌گرفتید. دیگه تقلب کردن توی همچین بازی واقعاً نامرده بود. خب سیستم آنچیتی بازی Space Ward Ho اونقدر قوی نبود. فقط کافی یک نگاهی به گرافیک بازی بندازید تا بفهمید چقدر قدیمیه. ولی اونا حداقل یک کار دیگه میتونستن انجام بدن. اونا متوجه می‌شدن چه کسایی داخل بازی تقلب می‌کنن ولی جلوشون رو نمیتونستن بگیرن. پس اومدن چیکار کردن؟ اومدن به پروفایل اون افراد یک عددی اضافه کردن که به بقیه نشون میداد اونا متقلب هستن. یعنی وقتی شما وارد مسابقه با حریف میشدید به خاطر اون عدد حریفتون میفهمید که شما یک تقلب کار هستید و از چیت استفاده میکنید. شماره 2 اسپلاتون. خب بازی اسپلاتون در نگاه اول یک بازی خیلی فامیلی فرندلی و شاید بچگانه به نظر برسه که شاید تقلب کردن توش اصلا معنا نداشته باشه. اما نکته‌ای که در مورد بازی اسپلاتون وجود داره اینه که واقعا بخش آنلاین وحشی داره. یعنی ملت توش حاضرن دست به هر کاری بزنن تا برنده بشن. و خب توی بازی اول اینطوری بود که نینتندو اونقدر بازی اسپلاتون رو جدی نمیگرفت و به همین دلیل آنتی چیت خاصی روش نصب نکرده بود. هر کسی به راحتی میتونست تقلب بکنه. یه طرفدار به شدت از این قضیه ناراحت شده بود و تصمیم گرفت که به نینتندو ثابت بکنه اونا با آنتی چیت نیاز دارن. اون شروع کرد به تقلب کردن. اونم نه فقط توی یک بازی. انقدر تقلب کرد تا تونست به جمع 10 تای برتر این بازی برسه. ولی خب وقتی که اسمش اومد روی لیدربورد اسمش رو عوض کرد. اون رو گذاشت نینتندو.
تو رو خدا آنتی چیت نصب بکن، که این قضیه کلی سر و صدا به پا کرد و خب نینتندو اولین کاری که انجام داد این بود که اون بدبخت رو گرفت بند کرد، ولی بعدش اونا آنتی چیت روی بازی نصب کردن و در حال حاضر آنتی چیت های بازی اسپلاتون 2 و 3 به قدری قویه که واقعا دیگه تقلب کردن توش معنایی نداره. شماره 1، سیم سیتی. خب همونطور که بهتون گفتم بازی‌های قدیمی‌تر اینطوری بودن که به هیچ عنوان به شما اجازه نمی‌دادن شما توشون تقلب بکنید، حتی توی عناوین سینگل پلیر و حتی اگر خود سازنده‌ها یک سری کد تقلب داخل بازی قرار می‌دادن. درسته سیم سیتی 1 همچین چیزی بود، توی اون یک کد تقلب وجود داشت که شما می‌تونستید با استفاده از اون یک جورایی از بازی وام بگیرید، بهتون طلا می‌داد، پول می‌داد. اگر شما زیاد از این روش استفاده می‌کردید اون موقع بود که دیگه به بازی برمیخورد و بعد یک زلزله خیلی شدید ایجاد میکرد که باعث میشد کل پروژه و شهری که شما ساختید نابود بشه، که به نظر من واقعا خیلی احمقانه است. مثل این میمونه که توی بازیهای قدیمی تر GTA شما از کد تقلب و یا چیت استفاده میکردید، ولی وقتی که این کار رو انجام میدادید یهو گیم اوور میشدید، اصلا معنی نداره. خب اینم از ویدیو امروز ما، امیدوارم که ازش لذت کافی رو برده باشید. یادتون نره که ما رو لایک و سابسکرایب بکنید. آرزو می‌کنم خوبی داشته باشید و تا قسمت بعد خدا نگهدار.